хабарҳои варзишии рӯз дар барномаи Сафдар. Натоиҷи рӯйдоду рақобатҳои ҷолибу ҷозиби тамоми намудҳои варзиш. Шабеҳаи шахсиятҳои муқтадир. Таҳлилу гузоришҳои саривақтӣ. Ин ҳама дар барномаи Сафдар. Сафдар. Майдони мардони майдондорон. Дуруд. چند خبر ورزشی رو مثلی هر روز دیگر برایتون علی جان جلیلی پیشنهاد میکند. بازیکنان بارسلونا مسی و دمبله در هیئت اساسی مشق و تمرین کردن رو شروع کردند. مسی در موسم 2019-2020 یگان مرتبه به میدان نبرآمده است. یادآور شدن به مورد است که این دو فوتبال باز مدتی دراز بود که جراحت برداشته بودند. مارتین پسری سراینده فیلیپ کیرکوروف از اکادمی کلوب بارسلونا با ЦСКА گذشت. اکنون اختیار در دست مارتین است. میخواهد او که جدان با فوتبال دل بندد یا نه، این از خود او وابسته است، میگوید روزنامه‌نگار واسیلی کونوف. دروازه‌بان طولی 8 سال است که دروازه یک دسته را موویزت میکند. این دروازه‌بان شرطنامه خود را با کلوب ادامه داد. داوید دخه با منچستر یونایتد شرطنامه را تا سال 2023 با امکانی دراز کردن باز به یک سال دیگر به امضا رساند. این دروازه‌بان را کلوب ایتالیایی یوونتوس میخواست در حیاتش ببیند. اتلتیکو از ریال ساسیداد با حساب 2-0 شکست خورد و سرمربی این دسته دیگو سیمیونه بازی را چنین شرح داد: حالا اولی موسم است، ما بازی‌های آینده‌مون را باز هم جالب و جذاب‌تر خواهیم کرد. این شکست را ما همچون امتحان قبول میکنیم. این بازی با بازی‌های آینده ما یگان خلال نخواهد رساند. بارسلونا کلوب والنسیا را با حساب بزرگی 5-2 شکست داد. در این بازی فوتبال بازی 16 ساله بارسلونا آنسو فاتی گل دوم خود را در هیئت اساسی بارسلونا زد. آنسو فاتی سومین جوان لالیگا به حساب می رود که اولین گلشان را در 16 سالگی و این هم باشد در هیئت اساسی یک کلوب بزرگ و مثل بارسلونا زده است. در این دیدار بارسلونا بر مقابل والنسیا گل اول را آنسو فاتی در دقیقه دوم زد. گل دوم بارسلونا را دیونگ با پارتوبی آنسو فاتی زد. گل سومی بارسلونا را ژرار پیکه به هدف رساند. دو گل نوتکرور را لوئیس سوارز بعد ایواز شویش زد و یکی از گل‌هایش را به دختری 9 ساله فافتیده سرمربی پیشتر بارسلونا و تیم منتخب اسپانیا لوئیس انریکه بخشید. همین طریق بازی با حساب 5-2 بر نفع بارسلونا به انجام رسید. شما چند خبر ورزشی رو از نشر نوبتی صفدر شنیدید. اون رو برایتون علی جان جلیل فرموده میکند. تو صحبتی دیگر کامیاب و پیروز باشید. خبرهای ورزشی روز در برنامه صفدر. نتایجی رویداد و رقابت‌های جالب و جذاب تمامی نمودهای ورزش. شبیهای شخصیت‌های مقتدر. تحلیل و گزارش‌های سریع‌وقتی. این همه در برنامه صفدر. صفدر. میدانی مردان میدانداران.